آن کس که نهان بود ز ما آمد و ما شد، آن کس که نما بود و شما، ما و شما شد. عرض ادب دارم خدمت شما همیاران عزیزم و بینندگان تلویزیون ایران فردا. آقای امیر درخشان برنامه رو کارگردانی میکنه. یکی از آثاری که در اوایل انقلاب منتشر شد از سوی دانشگاه تهران، این متن عربی بود که در قرن 11 به فارسی ترجمه شده بود، یعنی آثار البلاد و اخبار العباد. در مجموعه روایت‌هایی که در این اثر آمده، یکی مربوط به شهر طالقانه. در طالقان یک آخوند متعصب زندگی میکرد که دشمن شیعیان بود و خیلی مورد توجه حاکم وقت، و روزی مورد تعرض یک شیعه قرار گرفت. در نتیجه تصمیم گرفت که طالقان رو ترک بکنه. خبر به پادشاه رسید و به حاکم، و بلافاصله او شتاب زده خودش رو به شخصیت روحانی رسوند و التماس دعا که کجا دارید میرید، اینجا موطن شماست و شما بمونید و ما و این مردم رو هدایت بکنید. گفت نه، در شهری که شیعیان حق حیات دارند جای ماندن من نیست. عجب روزگاری دیدیم مردمان این مملکت در طی تاریخ. روزگاری میکشتند که فلانی قرمطی است، روزگاری میکشتند که شیعه است باید کشتش، روزگاری سنی ها رو در دوره صفویه، و روزگاری گبر ها رو، نمیدونم. خلاصه مردمان ما و این تاریخ این میهن و این سرزمین چیزهای حیرت انگیز زیاد دیده، و امروز هم که همه داریم با چشم میبینیم در همین دوران یه چیز حدود 300-400 نفر فقط اعدام شدن. و روی جالبه که اون روحانی زمانی حاضر شد که به اقامت در اون شهر ادامه بده و پیشنهاد پادشاه رو بپذیره که همه شیعیان رو دستگیر بکنن بیارن و روی پیشونی اونها نام سه خلیفه رو داغ کنند، عمر و ابوبکر و عثمان، و همین کار رو میکرد. در چه تو مدت های مدید شیعیان با پیشانی پوش در انظار ظاهر میشدن، و وقتی کسی پیشانیش رو پوشته بود مفهومش اینه که او شیعه است. خب امیانا نرجاندم گفتگو با دکتر اسماعیل نورعلی‌ها به نظر بسیار شنیدنی است، خیلی ما رو توجه قرار گرفته. از مجموعه الطاف و مراهم شما هم صمیمانه سپاس گذاریم. اجازه بدید که گفتگومون رو با ایشان پی بگیریم. درباره چی صحبت میکنیم؟ درباره سیر تحول و تطور در ادب و شعر در دوران قبل از انقلاب، و شخصیت هایی که به شکلی به این زمینه ها از هنر وابسته بودند و در این قلمرو کار خلاق میکردند. یکی از اونها شخص آقای نوریالا بود و مجموعه دوستان ایشون که واقعا چهره های خلاق اون دوران محسوب میشد. آقای دکتر نوریالا، درود بر شما و سال نو بر شما خجسته باد. من هم سلام میکنم خدمت شما، همکار شما و بینندگان گرامی شما، و این سال نوی رو که به اعتقاد من میترایی و مهری و ایرانی و بعد مسیحی هست، به همه هموطنان هم تبریک عرض می‌کنم. آره شما. خب دکتر نوریالا عزیز، خودتون به خاطرتون هست که ما رو تو کجا بردی تا چه مرحله پیش آمدیم و بله گفتگو در کجا متوقف کردم. خب یادداشت که بسیار ما سراپا گوشیم. فرمودید که دیگه همینجا دست نگه دار. یادداشت کردم که بعد دوچار عارضه فراموشی نشدم. عرض کنم من داشتم راجع به فیروز شیروانلو صحبت می‌کردم و از طریق اون راجع به گروه نیکخواه که از کنفدراسیون آمدن به داخل کشور غیره، و بعد شما پرسیدید که خود شما با کنفدراسیون چقدر آشنایی داشتید. من این رو گفتم که من معمولا تابستونا که میشد یک ماه مرخصی اداریم رو که میگرفتم میرفتم به لندن، برای اینکه در اونجا کلاس های تابستونی بود و میشد رفتش سر درس های استادای جامعه شناسی نشست. اون موقع هنوز تصمیم نداشتم که اصلا برم اونجا و درس بخونم. هر بار میرفتم و یه بهره میگرفتم و برمیگشتم. سال 47 بود که تو شهریور ماه بود فکر میکنم رفتم به عرض کنم که لندن،
در هواپیمای ایرانر یه جوانی پلوی دست من نشسته بود که حرفمون با هم دیگه گل کرد و اون وقتی فهمید که مثلا من نویسنده و شاعر هستم و عضو کانون جدید و تأسیس نویسندگان، به من گفتش که بیا تو رو ببرم به یک جلسه دانشجویی. بنابراین از فرودگاه هیترو ما قطار گرفتیم و رفتیم به محله چلسی و یه بالاخونه‌ای بود. در اونجا دیدم که گوش تا گوش جوانان دانشجوی ایرانی نشستند و صحبت از کنفدراسیونه. عرض کنم که این دوستی که دوست جدیدی که منو آورده بود معرفی کرد، گفت این آقا اسمش اینه و عرض کنم که تو مجله فردوسی مقاله می‌نویسه، شعر چاپ میکنه و در این حال راجب کانون، یعنی کانون نویسندگان هم درگیر بوده و الان هم منشی یا مسئول امور اجرایی کانون نویسندگان. خب اینا هم یه سکوتی کردن و بعد به من گفتن که آقا قضیه کانون نویسندگان چیه. من شروع کردم تاریخچه قضیه رو از کنگره و اینها آنچه رو که در این برنامه گفتم برای اونها هم شرح دادم، تا اینکه رسیدم به اینکه ما در اساسنامه و آیین‌نامه کانون خواستار اجرای مواد قانون اساسی در مورد نویسندگان و انتشار کتاب و اینها شده، که یک بار من دیدم که همه برافروخته شروع کردن به بنده حمله کردن که آقا این حرف ها یعنی چی؟ ما در یه موقعیت انقلابی هستیم و باید این حکومت سرنگون بشه، حالا شما میخواییم برید و قانون اساسی رو کارا بکنید و غیره. که این روزها که بنده هم فعالیت سیاسی دارم میکنم و در خصوص در مورد اصلاح طلبان مطلب می نویسم، اغلب یاد اون جلسه می افتم و به این نتیجه می رسم که واقعا ما اون روز عرض کنم که اصلاح طلب بودیم و انقلابی نبودیم. انقلابیون با ما کاری نداشتن و در این حالی که در داخل کشور به ما حمله می کردن، مثلا من یادمه که عرض کنم که آقای سلطانپور، زندیات سلطانپور، سعید سلطانپور مقالات شدیدی راجع به نظریات من و آقای سپانلو و دیگران مثلا در مورد شعر می نوشت که شماها همه ارتجاعی هستید و غیره و از هنر انقلابی غافل هستید. به هر حال من اونجا به این مسئله برای اولین بار برخوردم که در خارج کشور هم یک جریانی که خودش رو انقلابی و برانداز میداند عرض کنم که در جریان هست. به حال این یه داستانی بودش که جالبه. در حاشیه خدمتتون عرض کردم. من میگم که همزمان به خاطر هم هست که در اون زمان مثلا محققان بزرگی مثل پور داوود یا شخصیتایی مثل دکتر اسلامی ندوشن که بیشتر عنایت داشتن به تاریخ قبل از اسلام زیاد مورد توجه نبودن، بیشتر روشنفکران جنجالی بودن که خیلی جاذبه داشتن در محیط‌های دانشگاهی، در حتی جامعه کتابخان ایران، مثل آقای آل احمد، بعدها علی شریعتی و بقیه. فکر نمی‌کنی یک جوری این جامعه حالا روشنفکری ما رسید به یه مرحله‌ای که تقریبا میشه گفت از هویت خودش بریده بود، بیشتر نگاه به ایدئولوژی وارداتی داشت، بیشتر نگاهش به بیرون از ایران بود و دنبال سرمشق‌هایی بود برای اینکه به این ترتیب تاریخ رو از طریق اونها اصلاح بکنه یا دگرگون بکنه. ببینید، من فرق میکنم که مسئله هویت یه مسئله ایه که مشروط به شرایط زمان است. بله بله. در نتیجه ما نمیتونیم بگیم که مثلا آثار پور داوود حاوی هویت تاریخی ما بوده و چون عنایت به اون نشده در واقع ما یه بخشی از تاریخ رو گذاشتیم کنار. من فکر میکنم که از سال 40 به بعد و به وجود آمدن وزارت فرهنگ و هنر، جدا شدنش از وزارت فرهنگ قدیم که شد وزارت آموزش و پرورش، دو تا وزارت خود شدن، این مسئله در وزارت فرهنگ و هنر پیش آمد که ما باید در کشورمون دارای یک سیاست فرهنگی باشیم و
این سیاست فرهنگی رو اتفاقا مثل همین زمانه کنونی در بازگشت یا مثل دوران مشروطیت در بازگشت به ماقبل اسلام دیدن، اما این رو همزمان کردن با مسئله شاهنشاهی و به خصوص دیکتاتوری شاهنشاهی، برای که به اعتقاد من از سال 1341 و انجام رفراندوم ششم بهمن پادشاه دیگه خودش رو صاحب مأموریتی برای وطن میدانست و قانون اساسی رو گذاشته بود کنار، و بعد مسئله تاجگذاری و اینها همه باعث شده بودش که طرح این نوع مسائل، مسائل به خصوص مربوط به قبل از اسلام، یواش یواش اصلا به شکل زنندهی در بیاد. انگار که اگر یک کسی میگفتش که مثلا کوروش بزرگ، داشتش میگفتش که مثلا آریامهر بزرگ، و در نتیجه واکنش ایجاد میکرد به نظر من به خاطر سیاست غلط دستگاه. خب این وریان بالاخره معلوم میشه سطحی انگار شده بودن دیگه، یعنی همه چیز در سطح میدیدن، کسی حاضر نبود که عمیق بشه در قضایا. حتی به خاطر هم هست که به نوعی تاریخ گذشته ایران تحقیر همین شد، مثلا از دوران کوروش به عنوان یه نوع امپریالیسم کهن و قدیمی و اینها یاد میشد، یا حتی برسیم به یه دوره‌ای که دفاع کردن از قوانین و ارزش‌های مشروطه هم به اصطلاح یه جوری من پیدا کرده بود. یعنی اغلب آدم‌هایی که مثلا از ارزش‌های عصر مشروطه دفاع می‌کردن، اینا به عنوان حالا روشنفکر خرده بورژوا و یا طرفدار فرهنگ بورژوازی و اینا قلمداد می‌شدن. همینطوری که میگید، اگر که در مورد عرض کنم که انقلاب مشروطه و قانون اساسیش صحبت میکنیم، من خاطرم میاد که مثلا دوست بسیار نزدیک و مثل برادر من دکتر غفار حسینی که در جریان قتل زنجیری کشته شد، من وقتی که بهش گفتم که غفار چرا نمیای عضو کانون نویسندگان بشی، به من گفت برای اینکه شما از قانون اساسی مشروطه دفاع میکنید و بر اساس اون اساسنامه‌تون نوشتید و من اینو قبول ندارم، انقلاب مشروطه یک انقلاب بورژوایی بوده و من نمیپذیرم که در دفاع از اون کاری بکنم. یعنی در بین دوستان بسیار نزدیکمون هم این بحث مطرح بود. خب آلترناتیوشون چی بود؟ آلترناتیو اون به اصطلاح قانون جانشی چی پیشنهاد میکردن؟ ایدئولوژی دیگه، ایدئولوژی که از بیرون اومده بود دیگه، تقریبا ایران رو با رها کرد نیست؟ 100% مسئله انقلاب بود و در ظل عنوان انقلاب انواع و اقسام فکرار میکردن دیگه. یه ده راه افتاده بودن، رفتن تو سیاهکل مثلا حمله کرده بودن به پاسگاه ژاندارمری، مثلا این رو میگفتن محاصره شهرها از طریق دهات، یه چیزی معاو یه جای دیگه گفته بود، اینجوری مثلا ارائه میشد در ایران. به نظر من هیچ کدومشون نمیدانستن چی میخوان. زمانه تخریب بود، هر کسی دنباله میگشت که چجوری خراب کنه اوضاع رو تا اینکه بسازه. هیچ کسی برنامه‌ای برای سازندگی نداشت. عرض میکردم مثلا خلیل ملکی که چه برنامه‌ای داشت و بسیاری از مواد انقلاب شاه و مردم الهام از او بود و خودش رفته بود تقاضای شرفیابی کرده بود و رفته بود خدمت شاه، مورد حمله همه قرار گرفته بود که آقا چی داری میگی، رفتی با شاه چرا صحبت میکنی، دادی مسکو هر چی دهنش در میامد به خلیل ملکی میگفت. به همین دلیل هم وقتی که انقلاب شد در ایران، هیچ کسی برنامه ای رو قبلا ارائه نداده بود که به عنوان آلترناتیو برنامه اسلامی ها روی میز باشه و بشه ازش دفاع کرد. و انعکاس این حوادثی که در بیرون میگذشت در دنیای روشنفکر در درون کانون چی بود؟ انعکاسش و اظهار نظر مثلا شخصیت های خیلی عمده در کانون چیزی به خاطرتون هست؟ مثلا احمد شاملو، آقای حاجی جوادی، بقیه، آقای بهازین. ببینید آقای شاملو خیلی دیر اواخر سال مثلا 48 بودش که عضو کانون شد، هیچ وقت در کانون فعال نبود، در جلساتش نمی آمد. فقط بعد از انقلاب بود که شاملو در دوره دوم و سوم کانون نویسندگان فعال شد. آقای حاجی جوادی هم فقط در دوره انقلاب بود که عضو کانون نویسندگان شد. بسیاری از نویسندگانی که بعد از انقلاب
عرض کنم که آمدم توی کانون در دوران اول نبودم. مثلا من خودم به شخصه رفتم به دیدار دکتر ناصر پاکنامر یا خانم دکتر هما ناطق و ازشون دعوت کردم که بیان توی کانون نویسندگان. هر دو اطلاع کردن، گفتن که ما نمیخوایم بیان با دیگران همراه بشیم. اما بعد از انقلاب جزو کسانی بودن که عرض کنم که آمدن توی کانون و کانون پس از انقلاب رو اونها بود که در واقع تمشیت دادن و کار کردن. آقای اسماعیل خویی چی؟ اون موقع اسماعیل خویی، دکتر خویی، اسماعیل خویی مثلا دو سه ماه بعد از تشکیل کانون یه پیوست به کانون و بود تا آخر دوره اول ایشون در کانون نویسندگان بود، ولی باز ایشون هم در دوره دوم بود که فعال شد و عضو هیئت دبیران کانون شد و عرض کنم در جریان اون اخراج توده‌ای ها هم یکی از مهره های مؤثر دکتر خویی بودش که رای داد، یعنی جزء هیئت دبیران بود در رای داد. حالا اگر که فرصتی بشه در مورد عرض کنم که اون جلسه اخراج نویسندگان بعد از چون من تصورم این بودش که ما میخوایم دوران تا انقلاب رو حتما پس از فوت آل احمد کانون یه تقلق شد و بعدم تعطیل شد. خب اما داستان شیروانلو رو به این دلیل تعریف کردم که دو سال بعد از تعطیلی کانون یه اتفاقی افتاد که به نظر من اتفاق جالبی بود و شیروانلو نقش اساسی درش داشت. فیروز شیروانلو همونطور که عرض کردم در کنفدراسیون بود و بعد هم آمده بود به ایران، بعد در ماجرای تیراندازی سال 44 به پادشاه به زندان افتاد و بعد از یک سال خورده ای هم آزاد شد و در همون شمال میدان فردوسی هم دفتری درست کرده بود و اونجا کار تبلیغاتی میکرد. و ایشون سال 52 بود، یعنی دو سال از بسته شدن کانون نویسندگان و پراکنده شدن نویسندگان گذشته بود که ایشون به من تلفن کرد و گفت فلانی یه دقیقه بیا دفتر من باید کار دارم. و همون روزهایی بودش که تیمسار مقدم شده بود رئیس سازمان امنیت تهران. آها. در دوران انقلاب ایشون رئیس سازمان کل سازمان امنیت بود در دوران انقلاب که بعدم گرفتن و تیربارونش کردن. اما در سال 52 ایشون شد رئیس سازمان امنیت تهران. این پس ذهن من بود و صحبت این بودش که ایشون میخواد اصلا ساواک رو متحول بکنه و کارهای جدیدی انجام بده و غیره. من رفتم به دیدن آقای شیروانلو و شیروانلو گفتش که تیمسار مقدم به من زنگ زده. من یه خود تعجب کردم که تیمسار مقدم به شیروانلو چه ربطی داره. البته بعد از انقلاب در این اسناد ساواک که بیرون آمد خوندم که پدر شیروانلو عضو ما بهش گفتیم تیمسار شیروانلو، ولی اینطور که اسناد سرهنگ بود سرهنگ شیروانلو عضو یا مترجم ساواک بوده و به همین دلیلم تونسته بود زود بچهش رو از زندان بیاره بیرون و اینا. ولی من تا اون موقع اصلا ارتباطی بین شیروانلو و ساواک فکر نمی کردم وجود داره. ایشون گفتش که تیمسار مقدم به من تلفن کرده و گفته که من در اصلاحاتی که دارم در ساواک انجام میدهم برخوردم به پرونده کانون نویسندگان ایران و دلم میخواد که با مسئولان این کانون صحبت بکنم. و من هم به ایشون گفتم که مسئول اجرایی کانون در زمانی که کانون برقرار بود اسماعیل نوری‌الله است، در این حال من میتونم مثلا به هوشنگ وزیری و نادر ابراهیمی و داریوش آشوری هم بگویم که اونا هم جزء هیئت دبیران کانون بودن، بگویم که مثلا همه با شما دیدار داشته باشن. من خود منومن کردم و اینها گفتش که قضیه جدیه، همینجوری نمیتونی از کار درین، اگر که نیاین به این دیدار خب براتون ازاری میفرستیم.
ها اگه نیاد احضاریه بینده فرستن؟ بله. من عرض کنم که من بودم باشه ببینیم که حالا با بچه هم صحبت کنیم و یه قراری بذاریم. از پیش شیروانلو رفتم به خانه بهازین. به بهازین گفتم که آره شیروانلو یه همچین حرفی زده و از ما خواسته که بریم به ملاقات تیمسار مقدم. شما چه نظری دارید؟ ایشون گفتش که خب خیلی خوبه، چرا نمیرید؟ من خیلی تعجب کردم، برای اینکه خاطرمه که در دورانی که کانون نویسندگان برقرار بود یک بار آل احمد آمد گفتش که یه هیئتی رو درست کنیم بریم به دیدن آقای عبیدا. آقای از کنم که به هازین به شدت عصبانی و سرخ شد و گفتش که شما چرا میخواهید ما رو در آغوش دولت بیندازید؟ من هم که خب جوونی بودم و عرض کنم که زیاد این چیزا حالی نمیشد، به شوخی گفتم آقای بازین شما چرا هر وقت تو آغوش کسی میدید احساس مفعولیت میکنید؟ به هازین دیوانه شد، گفت شما تربیت نداری، فلان نداری از حرفا، و با من قهر کرد. مدت ها من حرف نمیزد. حالا من دیدم که رفتم پیشش و میگم که تیمسار مقدم میخواد یه عده رو ببینه، این میگه خب بریم ببینیم چرا نمیبینیم. که تعجب کرد از مثل آمدیم بیرون رو یه تلفنم به خانوم دانشور زدم و گفتم که خب شما رئیس این کانون بودید، اینا این همچی چیزی خواست. گفت من یه کاری بود عدد این حرفا ندارم، به من رفتی ندارم. شیروانلو با آشوری و از کنم که ناله ابراهیمی و گوشنگ رندیری هم تماس گرفته بود و قرار گذاشت که در فلان مثلا چهارشنبه صبح در دفتر او جمع شد. ما هم رفتیم در دفتر اینو. شیروانلو هم یک اتومبیل خیلی بزرگی بسید که کشتی داشته، ما رو سوار کرد و ما راه دادیم به طرف سرای زرافخونه و این ساختمون ساوات که من تا حالا اصلا نمیدونستم ساوات کجا هست. در اولین بار ما رسیدیم دم در زنجیر در ساوات و گفتم که بفرمایید تیمسار اسم شما رو دادن و ما رفتیم و ما رو بردن توی اتاقی که فقط یک میز و پنج تا صندلی بود، میده جدی بود و هیچ چیز دیگه به دیوار به هیچ نبود. یعنی احساس حالا ما آمدیم تو ساوات تشفیم و میخواییم با رئیس ساوات صحبت کنیم و اینا، یه تومون من یکی که نبود که چه اتفاق افتاد. خب بازم آیرون ریالا بازم تو همینجا داشته باشید تصویر، تصویرتون متاسفانه بعض وقتا خیلی میگم اصلا چهره نازنین شما رو تغییر میده و من هیچ دوست ندارم. صدای شما هم در ذهن میره میاد و اینم خودش اسباب آزردگی است. از امیر تقاضا میکنم که یک آهنگ پخش کنه برای ما، از بازار یه ترانه عبور میکنیم تا این تصویر درست شه، بتونیم بیشتر استفاده کنیم از سخنان گهربار آقای دکتر اسماعیل نوریالا پیام. برمیگرد. اما دکتر نوریالا قرار شد که برن به ساواک در دوره‌ای که مقدم شده رئیس ساواک تهران. دکتر نوریالا؟ بله، به هر حال ما با اون ماشینی که ماشین شیروانلو رفتیم از زنجیر گذشتیم و ماشین رو پارک کرد و رفتیم به یه اتاقی که یک میز گردی داشت و چند تا صندلی و هیچ چیز دیگه رو دیواراش نبود. یه خورده پلیسی بود خلاصه به یه صورتی. یه مدتی هم گذشت، در اونجا ما با هم دیگه صحبت میکردیم. قرار شد که هوشنگ وزیری و داریوش آشوری با تیمسار سخن، یعنی هم سخن بشن و صحبت بکنن. در هر حال بعد یه 10 دقیقه یورو به بعدش در باز شد و تیمسار آمد و عرض کنم که در لباس شخصی و با ما دست داد و خیلی خوش آمد گفت و نشستیم و یک خورده گفتش که خیلی خوشحالم که دعوت منو پذیرفتید و حرفا. همطور که میدونید من تازگی رئیس ساواک تهران شدم و در پرونده هایی که مطالعه میکردم یکیشم پرونده کانون نویسندگان بود و به نظرم میرسد که ساواک درست عمل نکرده در این مورد. بعدم یک شمه ای گفت در مورد مسائل
مربوط به منافع ملی، گفت من میدونم که آقایون همتون وطن پرست هستید، علاقمند به پیشرفت مملکت هستید و در نتیجه دلم میخواد که با شما مسائلی رو در میون بذارم. مثلا یکی از پرسش هایی که باید بهش پاسخ بدیم اینه که چرا هر وقت تو دانشگاه اعتصاب میشه، در دانشکده فنی و علوم و پزشکی میشه، کسی کاری به دانشکده معقول و منقول و نمیدونم عرض کنم که ادبیات و هنرها اینا نداره؟ کاملا روشنه که بیگانگان میخواهند که در مملکت ما دانشمند و مهندس و دکتر پرورش پیدا نکنه، بنابراین جریان تحصیلی رو به هم میزنه. و ما قصد خواهش من اینه که ما با کانون نویسندگان یک ارتباط تنگاتنگتری داشته باشیم، بشینیم با هم دیگه، من مسائل مربوط به مملکت رو مطرح کنم، منافع ملی رو با هم بسنجیم و بر اساس اون عمل بکنیم. خب این یعنی معنیش این بودش که ما باید تبدیل بشیم به مشاوران ساواک. یک کمی با هم دیگه نگاه کردیم و این حرفا و بالاخره هوشنگ وزیری گفتش که تیمسار همونطور که میدونید عرض کنم که 2 سال است که کانون نویسندگان تعطیله و ما دیگه نمایندگی از جانب کسی نداریم. شما اگر اجازه بفرمایید ما بریم و با دوستانمون صحبت بکنیم و بعد نتیجه رو به اطلاع حضرت علی برسونیم. تصورم این بودش که نتیجه گفتگوها رو به آقای شیروانلو میگیم و ایشون منتقل میکنه، اما تیمسار گفتش که نه، من علاقمندم که نتیجه رو از خود شما بشنوم. دوستان به هم نگاه کردن و گفتن که آقای نوری‌علا همیشه مسئول امور اجرایی کانون بوده، در این مورد هم ایشون میتونن جواب بدن. تیمسار هم رو کرد به آقای شیروانلو و گفت آقای شیروانلو شما رو تلفن مستقیم منو بدید به آقای نوری‌علا که نتیجه این مذاکرات رو به من اطلاع بده. دکتر اسماعیل نوری‌علا پس شماره تلفنی که آقای مقدم رئیس ساواک و آقای فیروز شیروانلو میده از مارکسیست های سرشناس ایران که بعدا با آقایون بگه بتونن ارتباط با ساواک رو حفظ بکنن. آقای دکتر نوری‌علا خیلی تشکر میکنم از شما. من هم خیلی تشکر میکنم و ممنونم.